هرچی از سال 2000 ما پیش رفتیم و از واقع 11 سپتامبر به بعد ماجرای منجی‌گرایی تو دنیا اثری بسیار بسیار جدی‌تر پیدا کرد. زمان اینا منجی رو بررسی میکردن، میومدن به شما میگفتن آقا نعوذ بالله منجی میتواند یک حیوان باشه. مثلا توی این ماجرای این افسانه نارنیا این شیرهی که میاد منجیه، بعدها ها دیدن نه، منجی که انسان نباشه تو کت مردم نمیره، اومدن منجی انسانی معرفی کردن. در قالب این فیلم ها شما میبینید این منجی چشمابیه، میخواد بگه اگه منجی هم میخواد بیاد بیرون از بین شماها نیست، از آن 5 تن وعده داده شده نیست، اگر هم باشد از جای دیگری است. من یک انیمیشن رو برای شما مثال بزنم که هممون دیدیم، پاندای کونگ فو کار. خب یک موجودی شیطانی معرفی میشه که میخواد تسلط پیدا کنه بر اون شهر، اون ببره. یک پاندایی که هیچ کس فکرشو نمی کنه، نماد کشور چین، علم میشه و رسماً میگه از گروه 5 کاری بر نمیاد و نشون میده اون موجود شیطانی هر 5 تای اون گروه 5 رو چیکار میکنه؟ میزنه. این گروه 5 اخیراً تو فیلماشون خیلی اشاره دارن میکنن، تو بازیشون خیلی اشاره میکنن و مقصود و مراد و نظرشون هم 5 تا. در فیلم ایمورتالز 5 نفر از آسمان میان انسان خداگونه، یکیشون زن، 4 تاشون مرد، از توی خونه مشکی‌رنگ مثل کعبه میان بیرون. ما چی رو میخواد نشون بده؟ این زمانی است که طرف دیگه منجی رو پذیرفته. وقتی منجی رو پذیرفته میگه قبول دارم، تو هم قبول داری که کسی خواهد آمد، اما بدان آن از شماها نیست، از ماست، یا سمت ما. الان عرصه یارکشی هاست دیگه.